به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم در ساعت یک بعد از ظهر آفتابی واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. میپردازیم به آخرین خبرها در عرصه اقتصادی و روابط خارجی جمهوری اسلامی. آنچه که در این عرصه در ارتباط با مذاکرات 5+1 میگذرد. خبرها حاکی از نارضایتی طرفین، نمایندگان جمهوری اسلامی و 5+1 از مذاکرات است و از احتمال به نتیجه نرسیدن این مذاکرات در 24 نوامبر. پایین آمدن قیمت نفت چه پیامدهایی برای مردم ایران و سفره مردم ایران دارد؟ اساس اقتصاد جمهوری اسلامی بر چیست؟ فساد مالی فزاینده در حکومت ایران که پیامدهای بسیار ناگواری برای سفره مردم دارد ناشی از چه ریشه هایی است؟ پرسش ها در عرصه اقتصادی در ایران بسیار است. در میان میگذاریم در نیمه نخست برنامه با آقای حسن منصور، اقتصاددان و استاد مدرسه عالی اقتصاد، مدرسه عالی آمریکایی اقتصاد در پاریس، با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای دکتر حسن منصور نخستین بار هست که در دور جدید تفسیر خبر با من و شما عزیزان هستند. نیاز به معرفی بیشتری ندارند، با سوابق گسترده تدریس دانشگاهی صاحب مقالات نوشته های بسیار هستند در به زبان فارسی، انگلیسی و زبانهای دیگر، سخنرانی های بسیار در مورد اقتصاد و وضعیت اقتصاد در ایران و وضعیت سیاسی ایران کوتاه سخن. این که بسیار خوشحال هستیم که در این دور جدید تفسیر خبر نیز با من و شما هستند و دعوت من و شما رو پذیرفتن. به نمایندگی از شما عزیزان در هر جای ایران که هستید خوش آمد میگویم به آقای حسن منصور گرامی. با سلام به شما. قربان، با سلام و عرض سپاس و عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه‌تون در هر کجا که هستن. آقای منصور گرامی، من برای مردم جالب خواهد بود که از زبان شما بشنوند. البته در این حال غم‌انگیز هست این وضعیت اقتصادی مردم، که این ریشه‌های فساد گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی هست از کجاست؟ از افراد به خصوصی هستن مثل فرض کنید رفسنجانی، بابک زنجانی، این افرادی هایی که خیر یک مسئله ریشه ایست این فساد میلیارد دلاری و میلیارد دلاری. از بکنم قطعا توجه دارید مسئله بغرنج و زوجوانبه، ولی از بکنم بنای این نظام بر عرض کنم این است که در اونجا کنترلی نباشه. یعنی وقتی که این نظام آغاز به کار کرد، اصولا این جمله از عرض کنم مرحوم رجایی است که گفت که بودجه چیه؟ یه پولی وجود داره، دست میکنیم، هر کس به اندازه احتیاجش فرمی داره. این حساب بی حساب کتابی عرض کنم در واقع
جمهوری اسلامی مقید شد به ظواهر دنیای مدرن و چیزها و اسامی را از اونجا به آریت گرفت. یکی از اینام از مقوله بودجه است، دیگری مقوله عرض کنم انتخاباته. در اینجا رودرواسی ها گیر کردن، علی رغم توصیه آقای قذافی به آقای خمینی که آقا رودرواسی نکنید، اعلام خلافت کنید، در واقع عمل به خلافت کردند که در اونجا تفکیکی بین مال مردم و مال خودی وجود نداره. در نتیجه خلیفه دست میکنه و اون اموال عمومی بر میداره. اینا عملاً ولو که عملاً همین کار میکنن، یعنی همین دو سه روز پیش بود که خبر رو شنیدید که با دریافت رقعی قطع کاغذی حدود 10 میلیارد دلار به حساب آقای خامنه ای ریخته شد و این کار سابقه داره. یعنی در دوره آقای خاتمی هم در از درون کابینه گزارش شده که وسط جلسه کابینه یک تیکه کاغذ از آقای خامنه‌ای دریافت شد، مبلغ 7 میلیارد دلار واریز شد با آنجایی که ایشون میخوان. به این ترتیب در این کشور اصولا اصل نظام بر بی حساب کتابی است و به دنبال این بی حساب کتابی قطعا فقدان آزادی اینو تسهیل میکنه. یعنی در این جامعه های بزرگ، ضمن اینکه حساب کتاب های و دستگاه های منظم وجود داره، در این حال آزادی برای رسانه ها اینا رسواگره. یعنی شما میدونید که در این انگلستان بزرگ همین سال گذشته ما نمایندگان رومان رو داریم که به علت تخلف 200 پوند ناگزیر شدند از سمت خود کناره بگیرند و رسوایی بالا، در حالی که در اونجا دزدی ها با مقیاس های میلیارد دلار، 7 میلیارد دلار، 10 میلیارد، 11 میلیارد، 18.5 میلیارد دلار این چنین سنجیده میشه. آقای منصور، این مبالغی که گفتین با یک رقعه یک تک کاغذ به حساب آقای خامنه ای ریخته شده، 7 میلیارد و چند میلیارد، اینها از کجا به حساب ایشون ریخته شده؟ از درآمدهای نفت یا؟ قطعی است که دولت درآمد چندانی جز درآمد نفت نداره، به ویژه وقتی که به دلار باشه. عرض کنم اصولا راهی که قبلا وجود داشت، تمام درآمدهای نفتی به ازای اسناد موجود باید به خزانه داری ریخته میشد و بعد از خزانه داری با تصویب دولت وارد بودجه میشد. یعنی برای اینا مصوبه لازمه. از این نظر ولو که ولی فقیه خودش در ایران همه کار است، بدون تایید دولت دسترس مستقیم به این پول ها نداره. در نتیجه ایشون دولتی رو تعیین میکنن که فرمانبردار خودشون باشه و با اشاره ایشون این کار رو انجام بده. در نتیجه تمامی دولت های گذشته تا جایی که اطلاع داریم همین کار رو کردن. البته اینا فقط بخشی از اون بخشی است که تعدی دسترازی به اموال عمومی مطرحه و الا اساس نظام، مثلا وقتی که آقای خمینی تشریف آوردن، اصولا بنا به تعریف شیعه، اولا بنا به تعریف شیعه در غیاب امام نمیشد دولت تأسیس کرد، ایشون کردن. ولی وقتی دولت تأسیس کردن و اعلام کردن که این دولت اسلامی است، دیگر برای وجوه شرعی جایی باقی نمیمونه. وجوه شرعی در غیاب دولت اسلامی معنی داره. در نتیجه وجوه شرعی دست نخورده باقی گذاشتن که ثروت‌های میلیارد دلاری در اونجا جابجا میشه. عرض کنم و خیلی از این آقایون در عرض کنم زیر نگینشون درآمدهای کلان دارند که این رو صرف هزینه هایی میکنن که با این هزینه ها میتونن مثلا به داد فقرا برسن که میدونیم چقدر میرسن، یا همینا رو هزینه کنن مثلا به سود حماس یا در سوریه. عنایت بفرمایید. در نتیجه در زندگی مردم اثر میگذارن بیان که این نومالیه تحت کنترل عرض کنم دولت و تصویب به اصطلاح نمایندگان مجلس بشه. یعنی یه جوری الان زمان جوری شده با توجه به پولهایی که آقای خامنه‌ای و بقیه، یعنی مخلفات ایشون دارن، زمان جوری شده که دیگه نوبت اینه که این ایشون و بقیه حضرات و حکومتی به مردم خمس و زکات بدن. میشه همچه کاری کرد در عملا؟ ببینید، اینا مردم رو میخواهند ولیمه خار بکنند. یعنی وقتی رفتن به از کنم پرداخت یارانه ها،
دلیل اساسی، ولو که اقتصاددان ها به دلایل دیگری از کنم حذف یارانه ها رو میخواستند، ولی اینا دلیل اصلی این بود که اینها در واقع مردمی رو پشت سر خودشون بکشن که از اینا حمایت کنه در موارد، بر موارد ضروری. از این نظر احمدی نژاد اصرار داشت که این در رو اجرا بکنه و عملا میبینید که وقتی آقای احمدی نژاد یا آقای رهبر در این کشور سفر میکنن، با صرف هزینه های میلیارد تومانی مردم رو جمع میکنن که دنبال اتومبیل آقایون بدوند و ایشون هم برگردن صدقه بهشون بپردازند، که البته این کار آقای احمدی نژاد میکنه. ملاحظه بفرمایید، اینا مردم رو ولیمه خوار و در واقع تابع و گدا میخوان، نه اینکه مردمی که به دولت مالیات بدهد و از همین دولت حساب بخواد مثل تمام کشورهای دیگه. آقای منصور، آمار دقیقی هست که درآمدهای نفتی ایران از 23 بهمن ماه، تحویل گرفتن مملکت توسط روحانیت شیعه، ملایان شیعه، تا به امروز، قطعا تا به امروز نیست ولی مثلا تا سال گذشته، این چقدر بوده حدودا؟ باید حدودی این مسئله رو گفت. ببینید، ما در این زمینه آمار فروش نفت رو داریم، آمار صادرات غیر نفتی رو که به صورت ارز دریافت میشه داریم، منتها این آمار قطعا آمار دقیقی نیست و متناقض هم هست. در سطح بین المللی آمار صندوق بین المللی پول رو داریم که از طریق flow of funds، یعنی گردش نقدینگی در سطح جهان، گزارش میکنن که چه مقدار از چه نوع از به کدوم کشور رفته است. ولی اینا قطعا یک 10% قطعا این ور اونور داره. در مورد ایران عرض کنم تخمین ها و حتی اعلام های رسمی دولتی این است که ما در حدود 400-450 میلیارد دلار قبل از دولت احمدی نژاد درآمد نفتی داشتیم و حدود 750 میلیارد دلار در دوره ایشون درآمد نفتی داشتیم. این می شود 1200 میلیارد دلار درآمد نفتی فقط پس از انقلاب. در کنار اون البته درآمدهای از یه نوع دیگری که از صادرات به اصطلاح غیر نفتی حاصل می شود هم وجود داره که الان رسیده در به حدود 15 تا 20 میلیارد دلار در سال. اون درآمد هم هستن. نه، 1200 میلیارد دلار یعنی بفرمایید چیزی برای حدود 30 سال تقریبا. بله، و بعد من آماری بود الان مأخذش به گمانم به مؤسسه تحقیقات استراتژیک سوئیس بود، بله، که در اون آمار اشاره شده بود به درآمدهای نفت ایران پیش از انقلاب، یعنی از زمان کشف نفت در شهر ما مسجد سلیمان 1908 تا انقلاب، تا زمان انقلاب 1979، یعنی ببخشید 1308 بود اون سال اشتباهی، یعنی از زمان کشف نفت در اون سال 1308 تا 1357 درآمدهای نفتی رو مجموعاً یه چیزی حدود 100 خورده میلیارد دلار بود، دقیقش من الان خاطرم نیست. بله، این همه سال این درآمد بوده و کارهایی که انجام شده و بعد از انقلاب 1200 میلیارد دلار درآمد. بله، در این زمینه عرض کنم آقای دکتر مینا مقالاتی نوشتن و مطالبی رو عنوان کردن که چه مقدار درآمد نفتی بود. درسته، به نکته دیگری باید توجه کرد و اون این که وقتی از این درآمدهای جاری صحبت میکنیم باید قدرت خرید اون پول رو در همون سال منظور بکنیم و به هم تبدیل کنیم. در نتیجه مثلا یک دلار 1979 زمانی که جمهوری اسلامی سر کار آمد امروز برابر است با تقریبا 3.5 دلار، اندکم بیشتر. در نتیجه اینو باید حساب بکنیم که درآمد مثلا 24 میلیاردی آخرین سال شاه برابر می شود حدود 70-80 میلیارد امروزی از نظر قدرت خرید. با وجود این درآمدی که در این دوره حاصل شده قطعا بسیار بسیار بیشتر، چندین برابر بیشتر از اون دوره است و به شاخص که شما اشاره می فرمایید، یعنی با اون پول چه شد؟ اصولا در دوره رضا شاه که درآمد بسیار محدود
عرض کنم، علارغم تمام عرض کنم فسادهایی که در این گوش و در اون گوش هم وجود داشت، بنای ایران نوین در اون دوران گذاشته شد، راه ها در اون دوره ساخته شد، دانشگاه ها در اون دوره بنیاد شد، رادیو در اون دوره پدید اومد، بیمارستان جدید، ارتش جدید، سبت و مدرسه جدید در اون دوره پا گرفت. شما اینو مقایسه بفرمایید با این دوران که قطعا متوجه اعماق این فاجعه خواهیم شد که چه اتفاقی افتاده. در ایران امروز اقلیتی بسیار بسیار محدود درآمدهای فوق‌العاده کلان و ثروت‌های کلانتر دارند که در نتیجه اینا میتونن رنگ و لعاب بالای شهر رو عوض بکنن با اتومبیل‌های پرشه آخرین سیستم، ولی به زندگی مردم که نگاه بکنیم و به آمار موجود که نگاه بکنیم، تقریبا 40% مردم از بنام تعریف رسمی دولتی زیر خط فقر زندگی میکنن، یعنی دست به دهن و حتی تأمین معیشت روزانه رو عرض کنم عاجزند. گفتگو میکنیم با آقای حسن منصور، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر اقتصادی و استاد مدرسه عالی آمریکایی اقتصاد در فرانسه، با من و شما خواهند بود در ادامه برنامه تا لحظاتی دیگر. آقای منصور عزیز، در قیمت نفت برای هر بشکه در بازارهای جهانی خوب کاهش پیدا کرده، برای بینندگان من توضیح میدم، برخی که اطلاع ندارن، کاهش قیمت نفت چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داره و پیامدهای نهاییش برای سفره مردم ایران که روز به روز کمتر و کمتر میشه؟ عرض بکنم قیمت نفت به لحاظ استراتژیک داره پایین میره، یعنی امر کوتاه مدتی نباید دید. مثلا تغییرات ساختاری در بازار انرژی پدید اومده و این تغییرات برای مدتی ادامه خواهد داشت، اقلا برای 1-2 سال آینده به طور قطع میشود گفت که قیمت نفت سیر صعودی نخواهد داشت، احیانا سیر نزولی ادامه پیدا خواهد کرد. عرض کنم اشاره بکنم به سرفصلای این تغییرات. در طرف عرضه نفت، عرضه به شدت بیشتر شده است. از یک سو نفت شیل و گاز شیل در آمریکا، کانادا، بریتانیا و جاهای دیگر، حتی مثلا در اوکراین آغاز به استخراج شده. آمریکا به سوی خودکفایی به عنوان وارد کننده بزرگ، به عنوان خودکفایی عرض کنم نفت و گاز حرکت میکنه. انگلستان سخن از این میاره که در حدود برای 40 سال آینده خودش در همین منابع شیل گاز داره. در نتیجه تولید از یک سو این چنین اضافه شده. اوپک که نیازمند درآمدهای نفتی است، عملا عرض کنم در برابر حدود 30 میلیون بشکه در روز، قریب 30,800,000 بشکه تولید میکنه. و البته بگذاریم از مواردی که اینا معمولا ممکنه اعلام نکرده هم اعضای اوپک تقلب بکنن و این کار انجام میگیره و این نفت خودشون رو ناگزیرن بفروشن. حتی ایران خبرهای منتشر شده ای وجود داره که خودش نفت رو دامپینگ میکنه، یعنی به قیمت 50% در اسکله های غیر رسمی مالزی تحویل میده. به این ترتیب رقابت تندی میان اعضای اوپک وجود داره. این در طرف عرضه. در طرف تقاضا عرض کنم یک وارد کننده بسیار بزرگ، یعنی اتحادیه اروپا، خبر از این میدهد که رشدش الان در حدود 0% و در معرض رکود بزرگ دیگر قرار گرفت. همینطور چین رشدش پایین اومده، از 9% 10% سابق به حدود 7% نزول کرده. در نتیجه تقاضا افت کرده،
پس این دو تا عامل رو بگذارید، خود به خود قیمت نفت باید پایین برود. در کنار این عامل سومی وجود داره و اون افزایش قیمت دلاره، چون دلار بالاخره سنجش کننده ارز کنم درآمد نفت. اگر اون بالا بره درآمد قیمت نفت پایین خواهد رفت و بالعکس. ارز کنم علتش این است که آمریکا بعد از این چند سال به اصطلاح کوانتیتیو ایزینگ، یعنی چاپ پول و ارز کنم خرید اوراق بهادار و تزریق پول در بازار، به این مرحله رسیده که این خرید رو متوقف کنه. و همین خبر که دولت دیگه از تزریق اون 50 میلیارد دلار در ماه خودداری خواهد کرد، قیمت دلار رو بالا میبره. البته آمریکا نگران مسئله هست و اقدامهایی کرده، از جمله اقدامش این بود که مانع از این شد که نرخ بهره رو بالا ببره، چون اونو بالا میبرد دلار گرانتر میشد. عرض کنم این سه تا عامل سبب شده است که قیمت نفت تنزل بکنه. اون دو مسئله دلار مسئله کوتاه مدته، ولی اون دوتا تغییر در ساختار عرضه و تقاضا، اینا عوامل بزرگن. برگردم به قسمت دیگر سوال شما و اون این که تأثیر اون روی درآمدهای ایران و بودجه دولتی چقدر بود. میدونی که دولت بودجه جاری رو با نفت 100 دلاری بسته است، یعنی در ازای هر بشکه که میفروشه 100 دلار به عرض کنم بانک مرکزی تحویل میده، از اونها با نرخی که تعیین کردن 3000 خورده ای ریال دریافت میکنه، تبدیل میکنه به ریال. الان که این چنین شده اعلام میشود، هنوز رسمیت پیدا نکرده، که در بودجه آتی این رو در حدود 70 تومن حساب خواهند کرد. اگر این 70 تومن که به نظر واقع بینانه بین 65 و 75 خواهد بود برای سال آینده، در این صورت طبیعی است که درآمدهای بودجه دولت کاهش خواهد کرد و دولت در این زمینه دو راه بیشتر نداره، یا باید هزینه های خودش کم بکنه که در این صورت به رکود شدیداً موجود دامن خواهد زد، و یا اینکه سیاست آقای احمدی نژاد رو ادامه بده، یعنی دست بکنه تو قلک بانک مرکزی که اونم ایجاد تورم و تورمی انفجاری خواهد. به این ترتیب دولت در برابر یک آچمز قرار داره، وضعیت بسیار بسیار دشواری است. در برابر اینها حرفای بی‌معنا و غیر مسئولیت زیاد گفته شده که ما کشور رو با هزینه کمتر اداره خواهیم کرد، از این حرفای بی‌معنا که نگفتن، چون به زبان آمار باید گفت که چه مقدار بودجه تعیین میکنن، از کجا میارن. و دولت وقتی میگوید این همه بدهی، مثلا 250 هزار میلیارد تومان، یعنی 250 تریلیون تومان بدهی دولت تخمین زده شده از سوی وزارت اقتصاد، این را از کجا میخواد تامین کنه بده؟ اینا همه مسائل رقمه، به طوری که فرانسوا پرو میگفت که در اقتصاد معجزه وجود نداره، و این درست است. این اقتصاد با رقم و فرمول اداره میشه. به این ترتیب امکان دولت در تامین مالی کمتر خواهد شد و این قطعا به صورت مستقیم منعکس خواهد شد به درآمدهای مردم، و درآمدهای مردم که با این وضعیت که هستن رو به عرض کنم کاهش خواهد نهاد. و آقای خمینی، آیت الله خمینی هم که میگفت اقتصاد مال چارپایان است. شما مؤدبانه تر فرمودید. بله بله بله، این برداشت البته معانی و تفسیرهای این چنینی پشت اون وجود داره، ولی ببینید این بی اطلاع در درجه اول بی اطلاعی. من بارها گفتم که این نظام وقتی سر کار آمد از مسئله اقتصاد مدرن هیچ چیز نمیفهمید، به ویژه مقوله پول مدرن رو نمیفهمید. مقوله بانک مرکزی رو که یکی از بزرگترین اختراعات تاریخی بشر است نمیفهمید. او پول رو در حد مویز و خرما و خر و شتر و عرض کنم گوسفند و حد اکثر طلا و نقره اینا میفهمید، یعنی پول کالا رو میفهمید و این چیزی که در جزوه های مکاسب میخونند، ولی بیشتر از این رو که دولت مدرن با پول مدرن، پول کاغذی به اتکای تولید ملی و مسئولیت بانک مرکزی، این را اصلا متوجه نبود. و از لحظه‌ای که متوجه شده است دست از سوء استفاده از این مسئله بر نداشته. علتش هم همین است که قیمت خارجی پول ایران
چندین صد برابر، در حدود 400-450 برابر شکسته و قیمت های درون کشور در حدود 800 برابر اضافه شد. من این توضیح رو شاید با در آغاز برنامه میگفتم، اما بیوگرافی آقای منصور گرامی طولانی تر از وقت برنامه ما هست. از جمله آقای حسن منصور عزیز دارای پژوهش‌های بسیار گسترده هستند در عرصه تاریخ و سیاست ایران و در عرصه فرهنگ و ادیان ایرانی نیست. عرض کردم بیوگرافیشون طولانی تر از وقت برنامه ما هست. اشاره کردن به نفت، کشف منابع نفتی جدید در آمریکا و کانادا. باز برای بینندگان من توضیح بدم، اینجا در داکوتا چندی است که منابع نفتی عظیمی کشف شده و همینطور طرح انتقال گاز از کانادا به آمریکا که جزء برنامه جمهوری خواهان بوده، به احتمال بسیار در دوره آینده کنگره آمریکا مورد تصویب قرار خواهد گرفت که بحث بسیاری بر سر اون بوده و هست و همچنان ادامه داره. قیمت نفت هم پایین اومدنش از مواهبش، خب مردم آمریکا و جای دیگه برخوردار شدن. در همین نزدیکی پمپ بنزینی هست برای ما ملاک، سابقا علی آقا بود در 400 دستگاه فرآباد یا جای دیگه که ایشون نفت، قیمت نفت از ایشون ما میپرسیدیم. پمپ بنزین از 4 دلار برای هر گالون رسیده به زیر 3 دلار برای هر گالون. جناب منصور گرامی، ارتباط قیمت، پایین اومدن قیمت نفت، برخی از بینندگان ما احتمالا کنجکاو هستن، با طلا چه هست؟ با قیمت طلا در بازارهای جهان؟ از کنم که طلا سال هاست، یعنی از 1971 به بعد که از نظام پولی جهان پاشو بیرون کشیده، اون وقت به دستور نیکسون پرزیدنت آمریکا بود که در واقع بازمانده نظام پول مبتنی بر طلا که در نظام بین المللی کار میکرد کنار گذاشته شد. دلایل عمده ای وجود داشت، نمیشه در این کوتاه مدت وارد اون شد. از اون به بعد خودش تبدیل شده به کالا. در نتیجه قیمت طلا که اون روز بود 35 دلار برای هر اونس طلا، هر اونس در حدود 26 گرم، 35 دلار برای هر اونس طلا، دولت آمریکا موظف بود هر کس که 1 دلار در هر کجای جهان میاره برای خزانه داری در برابر اون 35 دلار بپردازه، در برابر اون 1 اونس طلا بپردازه. از کنم این مسئله منتفی شد. بعد از اون طلا مثل تمامی کالاها امروز میدونی که هر اونسش در حدود 1200 دلار بالا پایین میره و این بازار طلا وجود داره، عملا به عنوان به اصطلاح سیف هیون عمل میکنه، به این معنی که وقتی چیزهای دیگه قیمتشون در معرض خطر قرار میگیره، به ویژه دلار در معرض تهدید قرار میگیره، در این صورت قیمت طلا بالا میره. یعنی پول ها برای اینکه قدرت خودشون حفظ کنن میرن در طلا پناه میگیرن. قسمت جزئی در از کنم مصارف صنعتی طلا جای خود داره، ولی بیش از اون عمدتا به عنوان پارسنگی برای حفظ ارزش ها در بازار عمل میکنه و به این ترتیب عرض کنم قیمت دلار که بالا میره قیمت طلا افت میکنه، یا وقتی وضعیت دلار از اینکه وضع محکمی پیدا کرده باشه و در معرض تهدید نباشه، از کنم تهدیدش این است که بدهی دولت آمریکا زیاد بشود و بازار سرمایه حساب بکنه که با این ترتیب پرداخت بدهی یا طولانی خواهد شد، احیانا به خطر خواهد افتاد. به این ترتیب در این شرایط قیمت طلا بالا میره. امروز طلا در حدود در این سالهای گذشته با نوسانهایی البته از حدود 1460 دلار برای هر اونس، امروز در حدود 1200 عرض کنم دلار برای هر اونس نوسان میکنه. یعنی پایین تر میاد در شرایط کنونی یا بالاتر؟ نه لزوماً نوسان میکنه و میره پایین. در همین دو سه هفته گذشته تا حدود 1270 بالا رفته، دوباره اومده پایین. ولی این مثل هر کالای دیگه، اصلا مثل هر کالای دیگری میشه بعد روش بحث مشخصی کرد که طلا تحت چه عواملی این کار میکنه، ولی به هر صورت یک کالاست مثل کالاهای دیگر. آقای منصور عزیز، ببینید
نقش اوپک، البته امیدوارم در برنامه دیگه به طور مفصل بپردازیم، نقش اوپک تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مخلفاتش به حال نقش بسیار مهمی بود در تعیین قیمت یا محافظت از تولید کنندگان نفت جمله ایران. خیلی ها بر این باور هستند که کم نیستن که یکی از زمینه های انقلاب ایران براندازی اوپک هم بود، در واقع بالا بردن قیمت نفت توسط اوپک زمینه ساز انقلاب ایران شد از طرف مصرف کنندگان نفت، شرکت های نفتی. آیا الان اوپک نقشی داره اونچنان که داشت پیشتر؟ دو سه نکته عنوان فرمودید آقای چالنگی. اول اینکه اون توری توطئه رو نباید جدی گرفت، عرض کنم. دوم اینکه شرایط بازار نفت در این عرض کنم 30 چند سال چندین بار به شدت عوض شده. ما همین الان از یک تغییر دیگرش صحبت کردیم. اون روز بخش عمده نفت جهان رو اوپک تولید میکرد، در حالی که کشورهای نوپک یعنی نان اوپک غیر اوپک امروز بیشترین مقدار نفت جهان رو تولید میکنن. از 86 میلیون بشکه در روز 30 میلیون بشکه رو اوپک تولید میکنن، بقیه رو کشورهای غیر اوپک تولید میکنن. قیمت نفت، بنده در این زمینه مقالات جداگانه ای نوشتم، از کنم قیمت نفت بستگی داره به قیمت آخرین میلیون بشکه‌ای که تولید می شود، یعنی قیمت مارجینال. در نتیجه اگر مایه کاری قیمت نفت در مثلا آلاسکا، دریای شمال یا خلیج مکزیک 75 دلار تقریبا، قیمت نفت تا زمانی که بالای 75 دلار باشه این منابع میتونن تولید کنن، اما به 70 دلار برسه اونا باید ببندن. در نشه بندر یه مقاله پیشنهاد کردم که اوپک برای اینکه موقعیت خودش حفظ کنه و بیشترین درآمد را حاصل کنه تلاش خودش رو به کار بگیره برای اینکه نگذاره قیمت نفت از 75 دلار بالاتر بره، برای اینکه وقتی 75 بالاتر میره منابع رقیب پا میدون میگذارن و کمر اوپک رو خم میکنن. به هر حال پس حالا اون گفتم نظریه‌ای بود که بسیاری برای این عقیده هستن که به اصطلاح بالا بردن قیمت نفت از طرف اوپک از طرف ایران باعث چنین اقداماتی شد. اما الان نقش اوپک به هر حال هرچند که کمترین رو، یعنی بخش کمتر رو تولید میکنه در بازار نفت جهانی، اما به هر حال نقشش به اهمیت پیش از انقلاب ایران نیست، با توجه به اینکه کشورهای غیر اوپک اینها اون انسجام اوپک پیش از انقلاب ایران رو نداره. درسته، عنایت بفرمایید. اولا در درون اوپک تحولاتی انجام گرفته، ایران از مقام دوم اوپک به مقام ششم افتاده از نظر تولید، این یه مسئله است عرض کنم. ولی در مورد نکته‌ای که اشاره فرمودین توضیح عرض کنم، وقتی قیمت نفت از 2.5 دلار در سال 73 به حدود 10 دلار در 74 جهش کرد، سرمایه گذاری های کلانی برای بخش نفت و انرژی در جهان در کشورهای غیر اوپک پیش رفته، آمریکا، انگلستان و دیگران، برنامه ریزی شد. اینو فاصله سرمایه گذاری و به نتیجه رسیدن سرمایه رو میگیم لید تایم. این لید تایم که یک لگ فاصله است، 5 سال، در حدود 5 سال ارزیابی می شود. وقتی این پروژه ها به ثمر رسیدن، یعنی 74 تا 79، قیمت نفت شروع می کنه به افتادن، برای اینکه اون سرمایه گذاری ها منجر به تولید می شود، بازار نفت اشباع می شه. منتها در سال 79 انقلاب ایران اتفاق افتاد که شوک دیگری وارد کرد، قیمت نفت تا 40 دلار جهش کرد، ولی دوباره این سرمایه گذاری ها ادامه پیدا کرد تا جایی که در 85 قیمت نفت شروع کرد به افتادن، آنچنان افتاد که قیمت نفت در دهه 80 به زیر قیمت واقعی سال 73 تنزل کرد. یعنی در این جنگ به جای توطئه شما عوامل اقتصادی رو باید ببینید که وقتی تولید رو زیاد میکنن با اون سرمایه گذاری، کمر اوپک اونجا خم میشود.
و از این نظرم اوپک وقتی بخواد موقعیت خودش حفظ کنه باید به این مکانیزم توجه داشته باشه، به استدلالی که من درس کردم وقتی بالای 75 دلار برود اونجا اوپک هر روز تضعیف می شود. الان ما در همچین وضعیتی هستیم، برای اینکه این همه نفت تولید میشه هیچ کدوم از اینا مایه کاریش زیر 60 دلار نیست امروز، یعنی 60 70 75 80 قیمت وقتی بالاست اینا مجال دارن تولید بکنن و با این تولید بازار اشباع میکنن از اوپک میگیرن. سپاس بسیار داریم آقای حسن منصور گرامی که با ما بودید در تفسیر خبر و با بینندگان این برنامه، و امیدواریم در آینده نیز همچنان با ما باشید. با سپاسی دوباره از جناب حسن منصور عزیز. سپاسگزارم. آقای حسن منصور استاد مدرسه عالی آمریکایی اقتصاد در پاریس. در ادامه برنامه آقای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران با من و شما خواهد بود تا لحظاتی دیگر. آقای محمد رضا حیدری با من و شما هستند، نیاز به معرفی بیشتری ندارند، دیپلمات پیشین ایرانی و عضو سفارت کمپین سفارت سبز در اسلو نروژ. سلام به شما. منم خدمت شما جمشید رنگی سلام دارم، همچنین بینندگان برنامه‌تون در خدمتتون هست. آقای حیدری به نظر میرسه در این دور مذاکرات هم جمهوری اسلامی با نمایندگان 5 به اضافه 1 به نتیجه مطلوبی نرسیدن. آینده این مذاکرات رو در قدم بعدی به کجا میبینید؟ در کجا میبینید؟ تمدید خواهد شد؟ نخواهد شد؟ تمایل طرفین رو چطور ارزیابی میکنید؟ خب ایدئال جمهوری اسلامی این بوده که بتونه از این مذاکرات به اون نتیجه‌ای که میخواد، یعنی حذف تحریم‌ها برسه، ولی با توجه به مقاومتی که کشورهای غربی از خودشون نشون میدن و عدم اطمینانی که به جمهوری اسلامی دارن، مذاکرات به نقطه‌ای رسیده که الان اگر بخوان دو طرف کنار بکشن میتونه برای هر دو طرف بار سنگینی داشته باشه. به عقیده من و دوستانم با توجه به اینکه هم جمهوری اسلامی و هم آمریکایی ها تمایل دارن که این مذاکرات ادامه پیدا کنه، قاعدتا روی یک سری محورهایی که تا حالا به توافق رسیدن میتونن یک بیانیه مشترکی رو بیرون بدن، این در واقع در انتهای این دور از مذاکرات، و در مورد بقیه موارد حاشیه‌ای میتونن مذاکرات رو حداقل برای چند ماه آینده تمدید کنن تا زمانی که اعضای کنگره جدید آمریکا بتونن اوضاع رو در دست خودشون بگیرن و در نهایت مسائل منتفی میشه به این دو ماه بعد و به سال آینده. در نهایت من فکر میکنم که دورنمای وضعیت موجود اینه که یک توافق موقتی رو مجددا اینها با هم دارن و تمدید مذاکرات برای مسائل حاشیه‌ای که با هم مشکل دارن و اختلاف دارن خواهیم داشت. اما اون چی که در آمریکا صحبتش هست این که در دور جدید کنگره آمریکا، خب اکثریت با حزب مخالف پرزیدنت اوباما هست و دولت او، حتی یک نماینده دموکرات، یک سناتور دموکرات و یک سناتور جمهوری‌خواه هر دو نامه مشترکی برای اوباما نوشتن در روزهای اخیر که خیر مذاکرات نباید تمدید بشه. به نظر میرسه که در اون سو هم کسانی هستند که مخالف ادامه مذاکرات هستند، در اون سو یعنی منظورم جمهوری اسلامی هست، و این مذاکرات چندان امیدی به توافق بلافاصله نیست. خب هم در ایران و هم در آمریکا گروهایی هستند که مخالف شاید تمدید مذاکرات باشن، اما اون چیزی که مشخصه اینه که یک سال این مذاکرات طول کشیده، یک توافق مقدماتی انجام شده و یک سری عقب نشینی های جمهوری اسلامی داشته و یک سری از تحریم هایی هم که غرب نسبت به ایران در واقع انجام داده بوده اینها رو تعلیق کرده. اینه که در این مقطع نمیتونن به همین راحتی بیان و بگن مذاکرات به شکست خورده و عواقب بعد از اون هم برای هر دو طرف بسیار سنگینه، هم برای
آقای اوباما و کاخ سفید و هم برای جمهوری اسلامی که در این مقطع با توجه به اینکه در یک سری مسائل منطقه‌ای درگیره و احتیاج به یک سری منابع مالی داره، احتیاج مبرم داره که این مذاکرات به سمت شکست نره و در نهایت علارغم تبلیغاتی که داره میشه در هر دو سو، در نهایت من فکر میکنم که اینها روی یک سری موارد کلی توافقی رو خواهن انجام داد و روی مسائل حاشیه‌ای و مواردی که هنوز نتونستن به تفاهم برسن مذاکرات رو ادامه خواهند داد. آقای عراقچی جزء هیئت مذاکره کننده یا مسئول هیئت مذاکره کننده است در غیاب آقای ظریف. ایشون چندین بار گفتن که ما به توافق نرسیم و پیش از مذاکرات برگردیم، یعنی دور جدید مذاکرات، چون این مذاکرات سالها صدامه داره، این دور جدید یک ساله برگردیم، پیامدهای وخامتباری خواهد داشت. لحن تهدیدآمیزی در برابر غرب. آقای حسن روحانی رئیس جمهوری حکومت فقیه در ایران هم گفته که غرب باید از این فرصت طلایی استفاده کنه. حالا آیا اشاره هم روحانی هم آقای عراقچی به کارتایی است که حکومت ایران در دست داره؟ دستی که در اوضاع عراق داره، دستی که در سوریه داره، در لبنان داره، در یمن داره و در مسئله فلسطین هم، یا خیر یک تهدید بی پشتوانه است؟ خب مکررن خود هم مقامات آمریکایی هم مقامات جمهوری اسلامی عنوان کردن این مذاکرات فقط روی بحث هسته‌ای و توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکزه و روی مسائل دیگه نیست. شاید اینها به یک توهمی بر اساس نامه اخیری که آقای اوباما ارسال کرده اینها روی اون معطوف شدن که شاید بتونن به خاطر خواست آمریکا برای جلوگیری از پیشروی گروه افراطی داعش اینها بتونن از این فرصت استفاده کنن و فشار مضاعفی رو به مذاکره کنندگان آمریکایی وارد کنن تا بتونن به اون خواسته هایی که دارن برسن که خواسته نقایی و نهاییشون حذف کامل تحریم است. ولی من فکر نمی کنم آمریکایی ها به همین راحتی بخوان به ایران یک همچین امتیازی رو بدن، با توجه به صحبت‌هایی که همپیمانشون در اسرائیل و برخی از کشورهای عربی دارن فشار میارن به مقامات آمریکایی و بخوان توانمندی‌های جمهوری اسلامی رو به همین راحتی روی مسئله هسته‌ای بهش امتیاز بدن و اجازه بدن که بازی گسترش تسلیحات هسته‌ای در منطقه خاورمیانه افزایش پیدا کنه. با توجه به تمایلاتی که در عربستان یا در ترکیه هم وجود داره، این قضیه میتونه مسئله خطرناکی باشه برای کل منطقه خاورمیانه. خب ببینید، قبل از اینکه تمایل ببخشید قبل از اینکه تمایلی باشه برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای به این معنی که عربستان یا ترکیه بگن آقا این بغلی داره ما هم لازم داریم سلاح اتمی، بیشتر نگرانی است. یعنی آنچه که عنوان میشه نزدیک شدن کشورهای عرب هست و اسرائیل در یک چیز مشترک، نگرانی از دست یافتن جمهوری اسلامی به بمب اتم هست و از این بابت گفته میشه مسئولان این کشورها، عرب جنوب خلیج فارس و اسرائیل، که آقا این کش دادن مذاکرات وقت کشی است و دادن وقت به جمهوری اسلامی برای دست یافتن به سلاح اتمی. این نگرانی تا چه اندازه منطقی است یا تبلیغاتی؟ این نگرانی از سوی این کشورها من فکر میکنم منطقی باشه، با توجه به شرایطی که در کره شمالی و مذاکراتی که کره شمالی با کشورهای غربی داشت و منجر شد که در پس این مذاکرات کره شمالی تبدیل بشه به یک قدرت اتمی و الان ما میبینیم که با این وضعیتی که به وجود آورده در اون منطقه عملا کره شمالی باعث بی‌ثباتی شده و این قضیه در مورد جمهوری اسلامی که به نوعی برخی از کارشناسان معتقدن میتونه جمهوری اسلامی هم از این زمان استفاده کنه و به خواست خودش برسه، کشورهای عربی و بعضا همپیمانان آمریکا مثل ترکیه رو هم باعث نگرانیشون شده. چه بسا اینکه بیشتر این که آمریکایی‌ها دارن فشار میارن در این مذاکرات تا طول زمانی که ایران بتونه به خواستش برسه رو افزایش بدن، این نکته ایه که جمهوری اسلامی داره مقاومت میکنه و عملا به نوعی اگر همین مسئله اتمی را ما بخوایم به توافق بخوان اینا برسن، خود جمهوری اسلامی میدونه که مسائل دیگه ای هم هستش که باید حل بشه. شاید یک تمایلی هم در بین خود مقامات جمهوری اسلامی هم وجود داره که این مذاکرات به نوعی ادامه پیدا کنه و در نهایت بخوان روی یه سری مسائل دیگه با غرب به توافق برسن. آقای حیدری عزیز، مطمئنم که اطلاع دارید در این
لحظاتی که ما با هم صحبت میکنیم کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بعضاش در واقع چیزی شبیه همون مجمع عمومی است همش در حال بررسی قطعنامه پیشنهادی کانادا است در مورد نقض حقوق بشر در ایران در همین لحظاتی که من شما صحبت میکنیم و تا عصر به وقت واشنگتن احتمالا رأی گیری میکنن و صادر خواهد شد این قطعنامه پیشبینی میشه تصویب بشه اولین بار نیست که این قطعنامه هایی صادر میشه در مورد نقض حقوق بشر در ایران چه اثر دیپلماتیکی برای جمهوری اسلامی داره در عرصه بین المللی خود مسئولان جمهوری اسلامی که اصلا گوشاشون رو بستن و از اول هم آقای خمینی گفته که ما هیچ حقوق بشر یک چیز صهیونیستی است آمریکایی است ما نمیخوایم بشر آن است که من میگویم آقای خمینی تعریف تازه‌ای از بشر دادن بفرمایید خب مکررن در طول این 35 سالی که جمهوری اسلامی قدرت رو به دست گرفته در داخل ایران توسط سازمان ملل و نهادهای وابسته به اون مورد نقض حقوق بشر رو محکوم کردن و حتی گزارشگر ویژه‌ای هم در این خصوص منصوب شده که تاکنون موفق نشده ویزا بگیره و به ایران بره این نکاتی هستش که الان اخیراً در همین مذاکراتی که انجام شد آقای لاریجانی توافق کردن که دو گزارشگر به ایران ویزا داده بشه و وارد بشن و اینا از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو بررسی کنن اینطور نیستش که جمهوری اسلامی از بحث نقض حقوق بشر وحشت نداشته باشه در داخل ایران و پیگیری مراجع بین المللی بحث سر اینه که جمهوری اسلامی در این وضعیتی که قرار گرفته میخواد از تمام ابزارهایی که داره استفاده کنه تا همین بحث حقوق بشر اصلا مطرح نشه و به خاطر اینکه براش بار زیادی داشته و کما اینکه میبینیم که اکثر ارگان ها و نهادهایی که با این موضوع سر کار دارن جمهوری اسلامی رو دارن محکوم میکنن و باعث شده پرستیژ جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی در سطح جهان مخدوش بشه و به خاطر همین هم هستش که روی این مسئله دارن سرمایه گذاری میکنن تا بتونن به نوعی شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن خب ببینید بارها این حرف رو زدن در پس پرده پیش پرده هر جا و جای مختلف که اگر ما در مورد برنامه اتمی کوتابیه بعد مسئله حقوق بشر عنوان میکنه غربی ها و آقای خامنه‌ای در خلوت خودش نشسته با مشاورینش به هر حال در هر شرایطی که هستن من نمیخوام اشاره کنم و فکر میکنیم که صدام حسین درها رو باز کرد آمدن تمام تأسیسات پرونده های هسته‌ای رو داد یا لیبی درهاش رو باز کرد آخرش اون شد آخرش صدام حسین رو از یک سوراخ قایم شده در اونجا بیرون کشیدن و قذافی رو آن به روزش آوردن که گفتنی نیست از نظر اخلاقی باز از راه فاضلابی بیرون کشینه شاید سرنوشت خودش اونجوری وقتی میبینه پس میزنه یعنی نگران این است اینو کوتاهیات حقوق بشن و بعد پناه بردن به یک سوراخی جایی و مثل قذافی بیرون آوردن و اون بلاها رو بر سرش آوردن و اینه که پس میزنه همین سنگر اول رو ول نمیکنه خب بحث کلی که با جمهوری اسلامی داره غرب غیر از بحث هسته‌ای نکته دیگه ای که هست بحث تروریسم و همین حقوق بشره و این دو نکته ای که الان جمهوری اسلامی در اشتغالت داره تو بحث تروریسم و بحث حقوق بشر نکاتی هستش که در واقع مشکل اساسیه که جمهوری اسلامی ایجاد کرده برای کل دنیا و میدونه که اگر روی همه بود هسته‌ای که الان متمرکز شدن به نتیجه‌ای بخوام برسن در نهایت باید پاسخگوی کارهایی باشه که در طول این دوران انجام داده و به خصوص دخالت‌هایی که در کشورهای همسایه خودش داره انجام میده بحث نقض حقوق بشر که خب مردم ایران عملاً یک زندان بزرگی رو جمهوری اسلامی درست کرده و اکثر ایرانی‌ها رو در این زندان محبوس کرده به طوری که مردم ایران در همین روز گذشته به خاطر مسائل تشییع جنازه‌ای که پیش اومده بود کاملا مشاهده کردن که میلیون‌ها انسان خارج شدن از خونه‌هاشون فقط به خاطر یک خواننده و این نشون دهنده بغض و کینه‌ای که مردم از این نظام دارن و به هر وسیله‌ای میخوان اینو ابراز کنن و این مسائل چیزی نیستش که جمهوری اسلامی خودش ندونه و به خاطر همین هم هستش که نمیخواد این مسائل رو در واقع اجازه بده کشورهای غربی درش دخالت کنن و اگر هم در نهایت
روی یکی از این پارامترها بتونن کشورهای غربی متمرکز بشن و موفقیتی رو به دست بیارن، قاعدتا پرونده های دیگه ای که بحث همین تروریسمی که الان جمهوری اسلامی پروندهش بازه به خاطر جنایاتی که در لبنان، در آرژانتین، در کشورهای اروپایی بعضن انجام داده، خب باید جوابگو باشه و خب مقامات ارشد جمهوری اسلامی به خاطر همین قضايا مانع از این میشن که بخوان با همکاری کنن با گزارشگر حقوق بشر یا اینکه بخوان روی این پرونده ها با کشورهای غربی همکاری داشته باشن. آقای ایدری عزیز اشاره کردن خواننده که درگذشت، مرتضی پاشایی هست که شما عزیزان در جریان هستین. همینجا من بگم خدمتون که روز شنبه در برنامه ایران زمین نیز ما باز درباره جوان از دست رفته مرتضی پاشایی که از میان ما رفت سخن خواهیم گفت در ارتباط با رویدادها و پیامدهای سفر جاودانی. و اما آقای حیدری عزیز، پرسش این هستش که خب یه همچین بنبست هایی که جمهوری اسلامی به نظر میرسه درش گرفتار آمده میشه ادامه پیدا کنه؟ حیات و زندگی یک کشور، یک رژیم در چنین بنبست هایی میتونه قابل دوام باشه؟ خب اگر شرایط کشورهای اطراف ایران رو ببینیم، میبینیم که اونها با همین بنبست‌ها در نهایت مواجه شدن و منجر شد که کشورشون دستخوش یک سری مسائلی بشه که ثبات و امنیتش از بین رفته و جمهوری اسلامی هم همون راهی رو داره میره که الان بشار اسد در واقع اون راه رو رفت، یا صدام حسین این راهی رو که رفت، و یا قذافی و در واقع آقای خامنه ای هم جا پای اونها داره میذاره و عملا با اقداماتی که انجام میده و رعب و وحشتی که ایجاد کرده و عدم توجه به نیازها و خواسته های مردم ایران کاری کرده که جوانان ایران به خاطر افزایش بیکاری، به خاطر مبتلا شدن به مسائل مربوط به اعتیاد، ما میبینیم که فرار مغزها در ایران رتبه اول داره، مشکلات آلودگی هوا همچنین، و عملا نشون میده جمهوری اسلامی در این 30 سال نتونسته به اون وعده هایی که به مردم داده بود در زمان بیکار اومدنش برسه و به نقطه‌ای خواهد رسید که در نهایت توسط خود مردم ایران و این اتفاقاتی که داره میفته باعث فشارهای مضاعفی خواهد شد که رژیم جمهوری اسلامی منجر میشه به اینکه نتونه ادامه بده، کما اینکه با اصلاحات مخالفن و با این رژیم بسته و این کارهایی هم که دارن میکنن باعث میشه که عملا اکثریت مردم ایران منتظر فقط فرصتی باشن تا ابراز وجود کنن و بیان و بخوان خواست خودشون از این رژیم بگیرن. همین نکته ای که الان چند دقیقه پیش خدمتتون گفتم، حضور مردم در تشییع جنازه یک خواننده، به این وضعیت اکثر افرادی که با روانشناسی و جامعه شناسی ایران در تماس هستن نشون دهنده اون حب و بغض هایی که مردم ایران از این رژیم دارن و منتظر فرصت هستن تا خودشون رو در واقع نشون بدن. اما این اختلاف نظرهایی که در جمهوری اسلامی هست، اینجا در آمریکا هم اشاره کردیم که بر سر مذاکرات خب به هر حال حزب جمهوری خواه نظراتی داره، حزب دموکرات نظراتی، بخشی از حزب دموکرات نظراتش با اون یکی بخش مخالفه و همینطور در حزب جمهوری خواه. اما در ایران اختلافات با بر سر اینکه آیا با غرب به ویژه آمریکا یا در مورد مذاکرات اتمی باید چه کرد و چه نکرد، اختلاف نظرها خیلی معتقد هستن که بر اساس مساله و منافع اقتصادی این گروه ها و باند ها یا هر چه که هستند هست. تفسیر شما رو میشنم. خب یک گروه از این افراد به خاطر این بحث تحریم ها تونستن از این رانت هایی که ایجاد شده به منافع اقتصادی هنگفتی دست پیدا کنن و عملا مخالف این هستن که بخوان این مذاکرات به نتیجه ای برسه و منجر بشه که اونها از اون پول های بادآورده ای که به دست آوردن محروم بشن. اینه که مخالفت دارن میکنن با روند مذاکرات و این رو در واقع خود آقای روحانی هم در چند مورد سخنرانی که کرده عنوان کرده که توافقی که اگر قرار بشه انجام بشه، گروه هایی که دارن مخالفت میکنن بیشتر افرادی هستن که دارن از این رانت ها استفاده میکنن و باعث شده که پولای هنگفتی به جیبشون واریز بشه. به خاطر همین هم هستش که عملا این بخش از افراد مخالفن. یه گروهی هم که در واقع خود آقای خامنه ای و گروه های تندرو داخل جمهوری اسلامی هستن که به وجود آوردن و اون هم آمریکا ستیزی رو برنامه کردن برای بقای خودشون و برای سرکوب کردن مخالفین خودشون و بیم این دارن که این توافق منجر بشه که این حرب از دستشون خارج بشه
و دیگه نتونن بیکفایتی و بیلیاقتی های خودشونو در طول این 35 سال بخوام بندازن گردن آمریکا و در نهایت منجر به بروز مسائلی بشه که خود اینا از داخل از هم گسست پیدا کنن. سپاس بسیار آقای محمد رضا حیدری عزیز. گفتنی ها بسیار و وقت ما کم. امیدواریم در برنامه های آینده نیز با ما و بینندگان ما باشید در تفسیر خبر. با سپاسی دوباره. متشکرم از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دراک، دلاهو، تفتان، زردکوه و کوهساران زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، دلهایتان همواره شاد.